سلام دوباره تقدیم می کنم همکارای ممیل از به گوش یک زونگگک کردن که کاش اول صبح میگفتن که صفی جان تشکری میکردیم، کردیم صفی دیشب یک کیک شب بر ما توفه داده امرای تربوز که دیشب هم ما شب یلدا داشتیم و میجه برنامه داشتیم به خاطر که همکار خوب و ما مجیب جان بود و گوشه از او برنامه ما و همکار و مریم جان هم بودیم و همکارای دیگر ما هم تلاش خود کرده بودند تشکر از صفی که کیک برای بامداد تو داد کیک شبیلداره که امروز خط خود کردیم ولی دکتر صاحب کنار ما هستند سلام جناب دکتر صاحب صبحتان بخیر بسیار خوش آمدین مهمان ما هم دکتر صاحب ابراهیم علکوزه است سلام صبح شما و همه سرخیزا هم بخیر بسیار خوش آمدین امروز در رابطه با این صحبت میکنیم عوامل خطر که برای ورزشکاران آسیب جدی می صحبت های خاط داشته باشیم که کدام عوامل هستند که ورزشکارای ما را بیشتر ناراحت می که صحبت های را با دکتر صاحب خود داشتیم به در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم دکتر صاحب خب چیزی که به حال همه ما شما آگاه هستیم باز مخصوصا بر جناب ورزشکار برای ورزشکارا هم مهم هستن این هست که در جریان ورزش به دلیل او فشار زیاد نیروی زیادی که در حین حرکات ورزشی اعمال میشه احتمال آسیب زدن آسیب رسیدن به ورزشکار خیلی بیشتر هست از طرف دیگه یک ورزشکار حالا یک فردادی اگر مشکلی بر روزو پیدا میشه توقع داره که خب حالا یک درد زو کمی کم شوه و بتانه به صلاح به همون حالت قبلیش برگرده اما ورزشکار نه تنها میخواه که دردش کاهش پیدا بکنه بلکه میخواه و به حالت قبلی برگرده بلکه میخواه که بهبودی او به محلی باشه که بتانه سطح های مسابقات سختتر را هم بتانه برای او سطح ها هم آمادگی پیدا بکنه و مسابقات سختتر رو هم انجام بده یعنی توقع ورزشکار از تداوی متفاوت هست از توقع یک فرد عادی, عادی. همین مسئله باعث میشه تا تمرکز ما برای و تداوی و برای درمان ورزشکارها بیشتر باشه با دقت بیشتری باشه و بحث آموزش به ورزشکار اینجا مطرح میشه که به مربی و خود ورزشکار باید آموزش داده شود چه کارهایی را انجام فکرشان باشه که انجام ندهند چه نکاتی را باید رعایت بکنند تا اصلا مسابه به یک اختلاط ورزشی نشوند یک بیماری که در اثر در این تمرینات ورزشی برش پیدا میشه تا به او دچار نشوند که اینا را در مجموع بر حال, حال تم... مروری که کردن بعد از اینکه ورزشکارهایی را دیدن که صدمه دیدن بعد آمدن اینا را مرور کردن ده. که دیدن که و عواملی که باعث افزایش خطر در ورزشکارها هست که اونها دچار یک مشکلات ورزشی بشن اینا را آمدن به دو دسته تقسیم کردن که بلی. یک دست از او عوامل او داخلی هست یعنی مربوط به ویژگی های فردی او فرد میشه و یک دست از عوامل مربوط به مسائل بیرونی هست بلی. مربوط به محیطی هست که پس میشه برای دو بخش تقسیم میشه دقیقا, دقیقا. به دو بخش او را قرار از تقس... یعنی تقسیم کردن بلی. که عوامل داخلی بیشتر حالا بحث مسئله جنسیت هست در مسئله جنسیت یعنی ورزشکارهای خانم را با ورزشکارهای آقا مقایسه کردن دیده شده که ورزشکارهای خانم در بعضی از ورزشها اینها خطر آسیب دیدن اونها بیشتر هست مثلا اگر اینها در در هر ورزش های مثل فوتبال باید. پریدن و پرش کردن حالت جمع کردن و از بالا پایین افتادن در وقتی که پایین آمدن دیدن بر حال او تاندون هایی که در لیگامنت هایی که در داخل زانوهای اونها بوده در خانم های ورزشکار بیشتر آسیب دیده و با همون خاطر برشان باید گفته شود که به صلاح فکرشان باشه در چنین حرکت هایی ممکن هست که زانوهای اونها دچار مشکل بشن یا خانم های ورزشکار از درد های زانو درد قدام زانو درد ناحیه آینک زانو بیشتر رنج میبرند تا ورزشکارهای مرد ورزشکارهای خانم دچار شکستگی های استخوانی در ناحیه لگن بیشتر میشن نسبت به مردها بلد. گرچه باز در یک برنامه انشالله بیشتر به طور مفصل در مورد بحث سلامت ورزش خانم ها صحبت خواهیم کرد ولی در همین جا همین نکات کافی هست در ارتباط به مسئله سن در سنین مختلف احتمال خطر بیشتر هست بدن انسان ساخته شده سیستم بدن انسان طوری طراحی شده که باید تحرک داشته باشه بدن انسان برای نشستن و استراحت ساخته نشده به همون خاطر هست که اگر یک فردی فقط دراز بکشه و فقط استراحت بکنه او فرد هم مشکلات عجیب و غریب از لحاظ از و سخانی گرفته میشه تحرکیت برای همه لازم است به خصوص افرادی که سن نزوها بالاتر هست هرچی که سن بالاتر میشه اهمیت داشتن تحرکیت در او بالاتر میشه در اینجا افراد مختلف حالا در کسی که سنش بالا میره تراکم استخوان پایین میه و در اونجا قدرت عضلات کاهش پیدا میکنه مقدار مایعات بدن کاهش پیدا میکنه انعطاف پذیری بدن کاهش پیدا میکنه و ریسک آسیب ها هم در اونها بیشتر هست چرا جناب دکتر صاحب از آسیب صحبت کرده بیشتر در تصویر میبینیم که چند اعضای بدن افراد ورزشکار است که آسیب جدی دیده و بیشتر کسا از زانو شکایت میکنن در بعد ای تصویر هستن و میشه که صحبت های داشته نه. باشیم در دابطه با تصویر ببینید بحث یک بحث کشیدگی ازالات هست نه. خب که او فردی که استاد هست و به صلاح پای خود را از ماهی ایران گرفته مهم. یکی در مخصوصا در ورزش های مثل ورزش های دوش ای از جمله مشکلات خیلی شایع افراد هست که را به صلاح پت پی مخصوصا پت پشت رانشان در حین دوش میگیره یا کسایی که شنا میکنن یک دفعه پت رانشان میگیره و حالت گرفتگی شدید داره بر از ما توصیه‌ای که داریم این هستش که عضلات باید انعطاف پذیری زیادی داشته باشه یعنی عضلات قدرت کشش کشش زیاد یعنی به خوبی کشیده شون بدنشان فلکسیبل باشه و این بتا... نیاز برای تمرین داره دقیقاً این بر... نیاز به گرمکاری خوب داره نیاز به تمرین داره که بحث مسئله گرمکاری خوب و بحث مسئله تمرین یاد میشه از جمله مهمترین عواملی که عوامل داخلی که مربوط به خود فرد هست و ممکنه او فرد را دچار آسیب بکنه ای هست که یک آسیب قبلی دیده بوده باشه و او آسیب خوب تداوی نشده باشه بس. یعنی یک آسیب کهنه بسیار ریسک مبتلا شدن به یک بیماری یک اختلال جدید را خیلی زیاد میکنه و این اهمیت درمان است یعنی اگر یک ورزشکاری زانوی ضربه میخوره او به مراتب خیلی مهمتر از یک فرد عادی هست که باید کاملا خوب شوه و مطمئن شوه از لحاظ تعادلی از لحاظ سیستم حس عمقی از او ای که مثلا زانوهای از او چشماش بسته باشه بتانه وضعیت مچ پای خودش رو درک بکنه وضعیت زانوی خودش رو درک بکنه و ای از بحث اهمیت کار هست که باید یعنی یک, درمان خیلی خوبی بر زو اتفاق جناب گاهی وقتا هشدار بر ما داده میشه چراغ سرخ روشن میشه و ای چراغ سرخ ما نادیده میگیریم اجدارا را نادیده میگیریم مثلا به ما امو لحظه که از گرفتگی از الات صحبت کردیم و ما رخ و ما هیچ اصلا به پرواش نیستیم امو لحظه یک درد میکشیم و بعدا ادامه میتیم به کار خود کسایی که نادیده میگیرن همچنین یک آلت ها را پس میشه در این مورد هم صحبت بکنیم یک ورزشکار حرفه ای این کار را انجام بس. بده ببینید زمان که با یک فرد عادی صحبت می کنیم او متفاوت است برنامه ما بر ورزشکارها هست یک ورزشکاری که تفکر قهرمانی داره اگر این فکر را انجام بده باید تو تفکر قهرمانیش را کنار بمانم اگر برش قهرمانی مهم هست باید به اولین یکی از مهمترین چالش های ورزشکار همین صدمات ورزشی بس. از او هست که مانع قهرمانی از او میشه و نمیتونه او رو به هدفش نزدیک بکنه در ارتباط با عواملی که در بیرون هست عوامل خارجی یعنی به غیر از عوامل ساختاری خود ده. فرد هست بحث مسئله تمرینات نامناسب و ناکافی هست یعنی یک ورزشکار به سطح خوب تمرین نکرده به چه معنا به سطح خوب تمرین نکرده تا دیروز به طور مثال با وزنه 20 کیلوگرم تمرین میکرده امروز یک دفعه آمده حوض کرده وزنه 40 کیلوگرم رو برداره و ای باعث میشه تا الیاف عضلانی، فایبرهای عضلانی فرد پاره شوه و این پارگی باز ترمیم این پارگی واقعا زمان میبره از, از طریق ماینات امارای یا همو اکس های رنگ مشخص شده که حتی در برخی از ورزشکارایی که درد هم نداشتن بال. و اینها ولی قبلا مثلا یک آسیبی دیدن ممکن هست هم آسیب یک سال در وجود از او دوام بکنه و باقی بمانه بحث بعدی اگر اگر اضافه هست میشه که برفتی نه بسیار کوتاه هست بحث دیگه سطح مسابقات هست که سطح مسابقات هم باید کاملا آه... آه... ورزشکار متناسب و آماده باشه با اون سطح مسابقات مسابقاتی که خیلی مهم است و یک ورزشکار آماتور نباید وارد از اون مسابقات مهم شود چرا که خود هم اون مسابقات استرسی رو ایجاد میکنه و برای فرد مشکلاتی رو خلق میکنه خیلی سپاسگزار هستیم جناب دکتر کوزایی. خیلی خوش آمدین وقفه میگیریم پس از وقفه دوباره برمیگردیم